أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای پیامبر، هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده آنها را طلاق گویید، زمانی که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکی نکرده باشند، و حساب عده را نگه دارید و از خدایی که پروردگار شماست بپرهیزید، نه شما آنها را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آنها در دوران عده بیرون روند، مگر آنکه کار زشت آشکاری انجام دهند. این حدود خداست و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خیشتن ستم کرده. تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این وضع تازه و وسیله اصلاحی فراهم کند، و چون عده آنها سرآمد، آنها را به طرز شایسته ای نگه دارید یا به طرز شایسته ای از آنان جدا شوید، و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید و شهادت را برای خدا برپا دارید. این چیزی است که مؤمنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز داده می شوند، و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد، و هر کس بر خدا توکل کند کفایت امرش را می کند. خداوند فرمان خود را به انجام می رساند و خدا برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است. و از زنانتان، آنان که از عادت ماهانه مایوسند، اگر در وضع آنها از نظر بارداری شک کنید، عده آنان 3 ماه است، و همچنین آنها که عادت ماهانه ندیدند. و عده زنان باردار این است که بار خود را بر زمین بگذارند، و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند کار را بر او آسان می سازد. این فرمان خداست که بر شما نازل کرده، و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند گناهانش را می بخشد و پاداش او را بزرگ می دارد. آنها زنان مطلقه را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید، و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید و مجبور به ترک منزل شوند. و اگر باردار باشند، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند. و اگر برای شما فرزند را شیر می دهند، پاداش آنها را بپردازید، و درباره فرزندان کار را با مشاوره شایسته انجام دهید. و اگر به توافق نرسیدید، زن دیگری شیر دادن آن بچه را بر عهده می گیرد. آنان که امکانات وسیعی دارند، باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند، و آنها که تنگ دستند، از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند. خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانایی که به او داده تکلیف نمی کند. خداوند به زودی بعد از سختی ها آسانی قرار می دهد، که بسیار شهرها و آبادی ها که اهل آن از فرمان خدا و رسولانش سرپیچی کردند، و ما به شدت به حسابشان رسیدیم و به مجازات کم نظیری گرفتار ساختیم. آنها آثار سوء کار خود را چشیدند و عاقبت کارشان خسران بود. خداوند عذاب سختی برای آنها فراهم ساخته، پس از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید ای خردمندانی که ایمان آورده اید، زیرا خداوند چیزی که مایه تذکر است بر شما نازل کرده،
رسولی به سوی شما فرستاده که آیات روشن خدا را بر شما تلاوت می کند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند از تاریکی ها به سوی نور خارج سازد و هر کس به خدا ایمان آورده و اعمال صالح انجام دهد او را در باغهایی از بهشت وارد سازد که از زیر درختانش نهرها جاری است، جاودانه در آن میمانند و خداوند روزی نیکویی برای او قرار داده است. خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را. فرمان او در میان آنها پیوسته فرود می آید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و اینکه علم او به همه چیز احاطه دارد.